واقعیت این هستش که ما زمانی اندکی بیش از یک سال رو داریم از زمانی که شلیک مستقیم موشک سپاه رو به هواپیمای مسافری داشتیم. بار دیگه در واقع اسلحه های سپاه به سمت مردم نشانه گرفته شد و عده‌ای رو در واقع در استان سیستان و بلوچستان کشتن. استان سیستان و بلوچستان و مردم اون منطقه به نظر میاد که محل تلاقی تبعیض‌های مختلفی هستند که در 42 سال گذشته مدام گسترش پیدا کرده و تعمیق پیدا کرده، که از جمله تبعیض قومی که به طور خاص ما اون رو علیه بلوچ‌ها شاهد هستیم، تبعیض مذهبی که ما اون رو علیه اهل سنت در این منطقه به طور خاص می‌بینیم، و همینطور اون تبعیض و چالشی که بین مرکز و پیرامون هست که ما می‌دونیم مناطق بسیار زیادی هستند در کشورمون که مناطق پیرامونی که اینها از نظر اقتصادی و شرایطی که دارن، از نظر معیشتی شرایط بسیار دردناکی رو دارن. خب اینا همه دست به دست هم داده که اونجا رو تبدیل به یک بشکه باروتی کرده و هر اتفاقی میتونه سریعا منجر به اعتراضات بشه، و میدونیم که پاسخ حکومت به اعتراضات همیشه یک پاسخ ساده و یک خطی بوده، سرکوب. یعنی اگر این بحران ها به جای اینکه بحران ها ریشه یابی بشه، به جای اینکه برن دنبال این که این مسائل به طور ریشه‌ای حل بشه، همیشه سعی کردن با سرکوب، با دستگیری، با شلیک، با زندان بردن، و اگر اعتراضی هست برای اینکه صدای اونها شنیده نشه، با قطع اینترنت پاسخ بدن، و این بار هم از همین فرمول استفاده کردن.